سعید جان خیلی خوش اومدی. مرسی. خسته نباشی. شما خسته نباشی. سعید جان واسه کسایی که شما رو به اندازه ما نمیشناسن یکم از خودتون تعریف بکنین که ما بدونیم شما کی هستین. سعید گنجی، متولد 1365 آبان ماه، 27 آبان ماه، صادر از تهران و اصالت ترک دارم. خیلی ممنون. ما زیاد عکس از تمریناتون میبینیم، هدفتون چیه با این تمرین فایتینگ و ام ام آی که دارین؟ چه هدفی دارین از خودتون؟ عکس میبینید یا فیلم میبینید؟ عکس میبینیم، فیلم میبینیم. باید گاهی وقتا توی مسیجایی که میگیرم از مردم، من نمیتونم این حرفای مردم رو بیام به همه بگم، ولی مثلا میبینم که یه پسر 14 ساله داره همون کاریو میکنه که من انجام میدم، قشنگ همون کارو. یعنی واقعا یکی از فیلماشو گوشم اینستاگرام، توی یه روستا بدون مربی، توی یه خونه، وقتی من اینا رو میبینم اول بغضم میگیره، بعد میگم واو چجوری میشه که آدم میتونه دنیای یکی رو عوض کنه با همچین چیز، فقط با یه ویدیو. قبلا زیاد ویدیو میذاشتم توی اینستاگرامم، تمرینام، و الان چون مسابقه دارم سعی میکنم کمتر این کار بکنم. ولی وقتی مسیج میگیرم مردم، از مردی که نوشته بود برام، من 120 کیلو وزنم بود، به خاطر دیدن ویدیوهای شما انقدر انگیزه گرفتم 20 کیلو وزن کم کردم، عکس فرستاده و از این مورد من انقدر داشتم، یه انگیزه ای شد که حداقل فقط این نباشه که لایک گرفتن و مثلا کامنت های خوب و دمت گرم فلان، اینا حالا یه قسمت. اینستاگرام تو میرسیم، هدف شما چیه با تمرین؟ هدفم از یه جایی گذشته که دیگه این یه کاریه واسه یه فایتر، یعنی کار شغل اوله، ولی من هر وقت میرم تمرینم که شروع کنم به این فکر میکنم که الان باید از دیروزم بهتر باشم و فرقی نمیکنه که کی از من بهتر باشه، همه از همدیگه. حالا میگن تو ایرانی ها میگن دست بالای دست زیاده، تمرین زیاد میکنن همه، الان همه به روز شدن. من تمرین میکنم به خاطر عقایدم، به خاطر هدفم، به خاطر چیزی که اومدم، به خاطرش تو این کشور دارم زندگی میکنم و به خاطر خانوادم، به خاطر مردمم و به خاطر آینده مردمم، جوانای مردم کشورم، و هر روز بیشتر دوست دارم قوی تر کنم تمرینم. بالاترین ارگانیزیشنی که شما میتونین بیاین در خود فایتینگ، ارگانیزیشن به نام UFC، هدفتون هست به اونجا برسین؟ 100% شک نکن. من با فایترهای UFC تن زدم، به همه، به مربیم، به تیمم ثابت کردم که تو اون جایگاه هستم. فقط تنها مشکلی که دارم اینه که رکوردم پایینه، و دلیل این که رکوردم پایینه، شما الان 3 ساله تو این 3 سال 3 تا مسابقه دادین. بله. یعنی 3 ساله زندگیتونو گذشته، در واقع بعد سالی 3 تا 4 تا مسابقه بدین. دلیلش چیه که تو این 3 سال فقط شما 3 تا مسابقه دادین که رکوردتون هنوز 2-1؟ سوال خوبیه. روزی که من کلن الان حلوش 5 سال سو زندگی میکنم، 5 سال نیم، روزی که از ایران اومدم بیرون با یه کمربند مشکی تو رشته جوجیتسو ژاپنی، که تو ایران فکر میکردیم که خیلی سطح بالاییه، و مسابقه هایی که داشتم تو ایران تو تای بوکسینگ و بوکس و جوجیتسو، از ایران اومدم بیرون به عنوان این که الان من یه چیزی از MMA میدونم و من وارد کشوری شدم که MMA رو از بیسیک، از پایه، مثل مدرسه همه بلد بودن، و من تو این چند سال فقط 3 سال شد یاد گرفتم و هنوز دارم یاد میگیرم، ولی 3 سال یاد گرفتم که اون قسمت پایه رو چجوری بگذرونم. MMA خیلی وسیعه، مثل موسیقی، هیچ وقت تمومی نداره.
تمرین کردم، مسابقه‌مو بردم، توی یکی از مسابقه‌ام آسیب دیدم، توی تمرین ربات و مینیسک پام پاره شد، یک سال و نیم به خاطر استراحتی که پزشک داده بود بهم استراحت کردم، ریهب کردم، دوباره برگشتم به فایت تو کیج واریورز وارد شدم. کیج واریورز واسه اونایی که نمیدونن چه ارگانیزیشنیه، میتونین بگین چه ارگانیزیشنیه؟ هلوش 190 تا فایتر به یو اف سی فقط فایتر داده و چمپیونای بزرگی مثل مایکل بیسپینگ، مثل کانر مکگرگور، مثل اندرسون سیلوا، مثل بیگ فوت، از مثل یوهانو به یو اف سی رسید، مثل یوهانو از کیج واریورز اومده. یعنی سطحش خیلی بالاست و به نظر من بعد از یو اف سی و بلاتور خیلی سطح بالایی داره، توی فایت کردن فایترهای خیلی خوبی داره که وقتی از کیج واریورز هر کس میاد توی یو اف سی راحت 4-5 تا فایت اولش هم میبره. و دلیلش این بود، دلیلش اینه که خب بعد زندگی کردن توی اروپا برای من ایرانی که از ایران اومدم اینجا دارم زندگی میکنم با اونی که اینجا به دنیا اومده، اینجا بزرگ شده، خیلی سخت‌تره. من باید برم دو برابر کارمو انجام بدم، باید زبان این کشور یاد بگیرم، باید کار کنم و وهله بعدیم ورزشمه. خدا رو شکر الان نه دیگه عملی دارین، وقفی نیستین، توی مسابقه به نام ایکی فایتینگ توی استکهلم قرار شرکت بکنیم با یه حریف سوئدی. نظرتون راجع به اون مسابقه چیه؟ نظرتون راجع به حریفتون اونجا چیه؟ و بعد این مسابقه که انشالله برنده شدین، باز آیندتون رو چه شکلی میبینین؟ حریفم حریفیه که یه کمربند داره توی یه سازمانی. من برای این حریفم تمرین نمی کنم، اصلا برای این فکر نمی کنم. من برای تمام تمرینایی که می کنم برای بهترینای پیش رومه، هر کسی که میخواد باشه، و فقط واسه برد میرم. برام فرق نمیکنه توی خاک ببرم یا تو سرپا ببرم، ولی فقط واسه برد میرم. چون من الان تقریبا دیگه یه فایتر شیشتونگم، چون زمینمو قوی کردم، کشتیمو قوی کردم و سرپام از قبل قوی بود. اینکه اونطوری که ما از شما دیدیم فایتر سرپا هستین، لقدای فوق العاده عالی، بوکس عالی، ولی ام ام ای فقط سرپا نیست. بله. خیلی جوجوتسو برزیلی داره، کشتی داره، تمرین نزدیک به قفس داره. بله. شما کل گیمتون به نظرتون کمپلت شده؟ یعنی به همه چی تمرین میکنین یا هنوز تمرین اصلتون سرپاییه؟ نه، من دیگه یه فایتری هم که قبلا همیشه دوست داشتم سرپا فایت کنم، ولی الان لذت میبرم اینکه توی زمین بازیو تموم کنم. لذت میبرم وقتی که تو سربا بخوام لغت بزنم. دوست دارم MMA خودم رو به مردم نشون بدم، سبک خودم رو به مردم نشون بدم. من یه فایتری هستم که میتونم تو دوتا گارد فایت کنم و از هر قسمتی میتونم ضربه بزنم و هیچ وقت یه جا نمیتونم وایسم تو فایت، همش فوت ورک زیاد میکنم، تو زمین خطرناکم. و برای من مهم نیستش که این حریف قوی تر از من باشه یا ضعیف تر از من باشه، من همیشه تمرینم رو قوی میکنم. یه فایتر معروف دیگه که داریم آقای کانر مکگرگور هستن. بله. الان شما میگین تو این 5 سالی که از ایران اومدین چه پیشرفتایی کردین؟ بله. و الان احساس میکنین کارتون از 5 سال پیش تا حالا خیلی قوی تر شده؟ بله. ولی واسه کسایی که نمیدونن، مثلا اگه شما رو بهتون یه پیشنهاد مسابقه میدادن با کانر مکگرگور، بله، ماه دیگه فکر میکنین اولا مسابقه رو قبول میکردین؟ دوما نظرتون رو مسابقه چی میشد؟ ببینید سوال اول جواب بدم و بعد دوم، چون تو سوال کردی. بله. اولی چی بود؟ اول اینکه حاضر بودین با یه حریف مثل کانر مکگرگور برین مسابقه بدین؟ 100%. حاضرم با خبیب بگیرم. من از باخت نمیترسم. سر باختش نیست، سر آمادگی. آمادگیشو دارین؟ 100%. هم از ذهنی هم از بدنی.
ما بهترین تیمو داریم تو اسکاندیناوی، بهترین حریف تمرینی ها رو داریم و فکر نمی کنم اون کسی که چمپه 4 تا پا داشته باشه و 4 تا دست. اونم از رحم مادرش به دنیا اومده، منم از رحم مادرم به دنیا اومدم، ولی من 2 برابر اون انگیزه دارم. انگیزه من اینه که من تو این کشور هستم که فقط بجنگم و پیروز شم، ولی اون تو کشور خودشه، ولی من تو کشور خودم نیستم. من تمام سعیم رو دارم میکنم که بهترین ها رو چلنج کنم. برای من مهم نیست کانر باشه، حبیب باشه. امیدوارم روزی بشه که بتونم با اینا فایت کنم و یکی از آرزوهای بزرگمه انشاءالله. آقا سعید، ما چیزی که اول راجبش صحبت میکردیم اینه که رو سوشال میدیا، رو اینستاگرامتون شما زیاد پست میذارین. بله. نشون میدین تو زندگیتون چیا پیش میره، خیلی از تمرینتون، ولی از زندگی شخصیتون هم زیاد نشون میده. این فالوورایی که شما دارین نزدیک، اگه اشتباه نکنم نزدیک 100 هزار تا 100 هزار به بالا سالان. نه 100 تا نیست، 67 تا. 67 هزار تا. بله. اینا چی به شما جواب پی ام که میزنن، پرایوت که مینویسن، یا رو کامنتاتون مینویسن؟ بیشترشون مثبتن، چیزای مثبت مینویسن، چیزای منفی مینویسن؟ بله. چیا میگن به شماها؟ ببینید معمولا 99% پوزیتیون، مثبت مینویسن، مثبت بهم میگن و من هیچ وقت نمیام اون 99% رو از بین ببرم برای 1% که از من بعدشون میاد یا حسادت میکنن یا حالا بی احترامی میکنن یا هر چی. برای من مهم نیستش که مردم چی فکر میکنن در مورد من یا نظرشون چیه که من چرا این کار رو میکنم. برای من مهمه اگر بتونم با عمل کردم زندگی 1 نفر رو تغییر بدم، من موفقیتم رو به دست آوردم. گاهی اوقات از زندگی شخصی میذارم به خاطر اینکه یه ورزشکار وقتی به یه درجه میرسه که میتونه پرچم یه کشور رو بگیره تو دستش، کاری میتونه بکنه که یه دونه دولت نمیتونه اون کار رو انجام بده، ولی یه ورزشکار، یه نماینده مجلس نمیتونه اون کار. شما یه نماینده مجلس رو نمیتونی ببینی که یه پرچم بگیره تو دستش بتونه توی یه عرصه‌ای تو دنیا نشون بده، ولی یه ورزشکار میتونه. و ورزشکار وقتی به اون سطح میرسه، به دیده شدن میرسه و با عمل کردش، با طرز زندگی کردنش، شاید میتونه زندگی چند نفر رو تغییر بده. شاید وقتی که از زندگی شخصیش داره پست میذاره که یه عشقی داره به مادرش، به خانواده، شاید میتونه به یه جوونی یادش بده، یادش بیاره که مراقب مادرت باشه. اگه 4 تا سوال تکراری میپرسه خسته نشو، پنجمیشو با عشق جواب بده، چون مادر پدر سالها تو رو بزرگ کردن و تو وقتی بچه بودی یه سوالو 20 بار میپرسیدی و اون جوابتو با عشق میداد. فقط این نیستش که ما بیایم قهرمان شیم، ورزشکار باشیم، خوب لگد بزنیم، خوب کیک بزنیم، خوب گیوتین بگیریم و تموم شه بره. کریه یه ورزشکار اینه که بتونه به مردم یه چیزی یاد بده. اول باید خودش یه الگوی مناسب باشه. الگوی شما کی هست توی این ورزش؟ فقط تو ورزش، ورزش MMA، الگوتون کیه؟ دوست داشتین از کی رو نگاه میکنین از کارش لذت میبرین؟ از هموطنم، از ایرانی ها. کیا مثلا؟ رضا مددی. رضا مددی؟ یکم از شما با آقای مدادی چند وقته تو سوئد دارین تمرین میکنین؟ بله. ایرانیا تونستن آقای مدادی رو چند سال تو UFC ببینن؟ بله. و نظر شما آقای مدادی از طرزی ورزشکار چی از آقای مدادی یاد گرفتین؟ انقدر خصوصیات خوب داره که نمیشه یکیشو فقط گفت، ولی من کوتاه میگم. روزی که من وارد باشگاه آلستار شدم، یکی از خاطراتی که میخوام تعریف کنم اینه که اومد در گوش من گفتش که تو اینجا تنها نیستی و اینو بهم ثابت کرد و من اینو دیدم فقط برای من نبوده، برای تمام فایترهای خارجی که اومده مثل یه برادر بوده مثل، و دیدم که
واسه خود من یک بار دیت ساک من پاره بود، همون درجا ساکشو خالی کرد، همه چیزشو ریخ بیرون، گفت بیا این ساک فعلا مال تو تا من برات یه ساک جدید بیارم. فقط بحث اینا نیست، رضا مددی برای یه بچه بلند میشه تو باشگاه سلام میده، یعنی من یاد گرفتم ازش که وقتی که حتی یه آدم معمولی رو میبینی باید بهش احترام بذاری. دیدم که احترامی که به مردم میذاره تو خیابون، به خانوادش، قهرمان زندگی خانوادش، دیدم چجوری با خانوادش برخورد میکنه و من هم باز ازش یاد گرفتم که الان وقتی وارد خانواده سوئدی شدم میدونم چجوری باید برخورد کنم. یه روز، میگیم شما دو هفته دیگه مسابقه دارین، بله، یه روز زندگیتون که خودتون واسه یه مسابقه آماده میکنین به چطوره؟ صبح ساعت چند بیدار میشین؟ اولین کاری که میکنین چیه؟ اوکی، 7:30 بیدار میشم، صبحونه درست میکنم، صبحونه هم میخورم، میام باشگاه، ساعت 10 تمرینم شروع میکنم تا 12، دوش میگیرم، میرم خونه، نهار میخورم، ساعت 5 دوباره تمرینم شروع میکنم تا 6:30. زمانهایی که کار میکنم، چون کارم دارم، کارم انجام میدم، زمانهایی که کار میکنم سعی میکنم یه تایم تمرین کنم، زمانهایی که کار نمیکنم دو تایم تمرین کنم و دوباره میرم خونه، غذا درست میکنم، لباس میشورم، خونه رو تمیز میکنم، وقت فیلم نگاه کردن ندارم، وقت تلویزیون دیدن ندارم و تنها وقتی که میکنم اینه که بتونم با مادرم یک تماس مثلا یه رابطه داشته باشم. من شما ورزشکار حرفه‌ای نیستی؟ بله. اگه آدم حرفه‌ای باشه نباید مگه این کارتون باشه؟ اوکی، ولی ساپورت مالیم از کجا باشه؟ خرج مکملامو خودم میدم، خرج ورزش، خود ورزش مثل یه دونه آدم میمونه، وقتی که انگار یه نفر داره با شما زندگی میکنه ولی هیچ، فقط شما دارید براش خرج میکنید. اکی هم میخواین از این ورزش پول در بیارین؟ ببینید خدا رو شکر این ورزش ورزشیه که از گوشه گوشش میشه پول در آورد. چه مثلا خود من دیدگاه اینه که اگه یه روزی ام ام ای بذارم کنار، بلدم تای بوکس یاد بدم، بلدم بوکس یاد بدم، بلدم جوجیتسو یاد بدم، بلدم ام ام ای یاد بدم، شاید درست کنم، پرسونال ترنر باشم و و و، ولی الان برام فرقی نمیکنه که چقدر سخته، فقط به این فکر میکنم که الان باید به هدفم فکر کنم. هدفتون به یو اف سی رسیدنه؟ به یو اف سی 100%. اگه بگیم هدفتون اینه که 3 سال دیگه به یو اف سی برسید؟ بله. یه کسی که الان این برنامه رو داره نگاه میکنه، بله، میگه من خوشم اومد از آقای گنجی، میخوام ایشون اسپانسر بکنم که برسه، که فقط به ورزشش برسه، کارشو بذاره کنار. اوکی. چقدر زودتر به هدفتون میرسین یه اسپانسر خوب گیرتون بیاد؟ 50% سریعتر میشی که بتونین کار روزانه‌تون رو بذارین کنار، کل فوکستون بره رو فقط رو ورزش و مسابقه دادن. ببینید وقتی شما ورزش سنگین میکنی، زمین میخوری، لگد محکم میخوری، اصلا لگد محکم میزنی، آسیب میبینی و بدنت ضعف داره، فقط غذا خوردن نیست، شما باید ماساژ بری، هر یه ماساژی که میری 600 کرون به پول ایران میشه 600,000 تومان پول ماساژ باید بدی، باید بری دکتری که باز یه دکتر دیگه باید بری برای بدنت، مراقب بدنت باشی، تمام اینا هم وقتتو میگیره، هم سرعتتو میگیره که خودت باید این کارا رو انجام بدی، درآمد خودت باید باشه که این کارا رو انجام بدی، و وقتی که شما فقط ذهنت این باشه که بخورم، بخوابم، ورزش کنم و هیچ استرسی تو ذهنت نشته باشی جز این کار، قطعا سرعتت 50% بیشتر هم میشه. شما قبلا راجع به پرچم صحبت کردین، این عکسی هم که پشت سرتون هستش، پرچم ایرانو با افتخار دستتون گرفتین. بله. روی یکی از عکسای اینستاگرامتون دیدم لباسای مسابقه‌تون که واسه 16 نوامبر دارین آماده شده، پرچم یه کس دیگر هم اونجا رو لباستون دیدم که پرسیدم ماره کیه، واسه هم گفتین ماره آقای امیر تتالوه. دلیلی که پرچم ایشون رو لباستون میذارین چیه و با ایشون چه نوع رفاقتی دارین که این کار انجام میدین؟ ببینید من با آقای امیر تتلو الان تقریبا
یک سالی صحبت نمی کنیم حالا سر موضوع شخصی، ولی هیچ رسانه‌ای زمانی که من مسابقه می دادم از من هیچ صحبتی نکرد تو کشورم. من با کلی سختی رفتم، زحمت کشیدم، حالا اصلا میگیم یه دونه، اصلا میگیم فایت آماتور که آماتور نبود، توی سوئد تو باشگاهشم بخوای اسپارینگ کنی برات خیلی کار سختیه، ولی تو کشور من هیچ رسانه‌ای در مورد من حرف نزد و تنها کسی که از من صحبت کرد، نوشت، تقدیر کرد، امیر ستلو بود. و حتی تو مسابقه کیج واریورز هم لحظه به لحظه توی تلگرام برای من وایس میفرستاد و به هم دلگرمی میداد و بعد مسابقه کیج واریورز باز هم برای من پست گذاشت مدام، چون اون موقع 4 میلیون طرفدار داشت توی اینستاگرام. یکی اینه. و چیز دیگه ای که برای من خیلی مهمه اینه که مردم فکر میکنن همیشه همیشه باید با کسی دوست باشی، کسی رو دوست داشته باشی که همه دوستش دارن. یعنی مثلا من خودم شخصا از این آدم ها نیستم که دوست داشته باشم همه از من خوششون بیاد، همه از من تعریف کنن. خب همه آدم ها یه نقاط منفی و بدی هم دارن، ولی آدم هایی که میان خودشون رو قایم میکنن فقط خوب نشون میدن، اونا تو چشم من هیچ وقت دیده نمیشن. و کشور من یه هنرمند و دو دستی مثل اون ورزشکارش از کشور پلاد بیرون. چرا؟ چون تو کشور من MMA وجود نداره. من اومدم بیرون، از خانوادم دورم، از مادر پیرم دورم، از کسایی که عاشقشونم دورم. اوکی همه چی MMA نیست، من آخر شب نباید یه تفریح داشته باشم، ویکند نباید داشته باشم با خانوادم. کجا هن؟ اینجا نمیتونم، خاک کشورم نیستش که بلند کنم. تو من تو کوچه های ایران بزرگ شدم، با حرفای اونا بزرگ شدم. منو فرستادن بیرون به خاطر اینکه برای اونجا دیگه پر شده بودم، نمیتونستم اونجا اونو به دست بیارم. چرا امیر تتلو رو فرستادن بیرون؟ چون اونم یه هنرمنده. و یه هنرمند وقتی از کشورش میره بیرون میشه غریب، و اون غربت اونو من احساس میکنم، درک میکنم. و زمانی که حتی جرایت، حتی اخبار در موردش بد میگن، من دلم میخواد در مورد یه هنرمند بگم، اصلا سمبولشو بیارم روی بگم که حداقل یه ایرانی یه گوشه از دنیا هست، به یادت هست. گفتین یک سال با آقای تتلو در تماس نیستین؟ بله. ایشون میدونن در این پرچمشون رو گوشتین رو لباساتون؟ نمیدونم، مهم نیست. حتی الان اینستاگرام هم نداره که بخواد. من اصلا واسه یه دنباله میدونید، توی زندگی الان من به یه جایی رسیدم که به این فکر نمی کنم که فالوور این اون. آدم ها رو به خاطر دلشون دوست دارم، به خاطر احساسی که به من میدن دوست دارم. یه زمانی ایشون به من یه حس خوب داد و من الان دوست دارم اون کارو مجددن جبران کنم، چون سری پیشم با آهنگ ایشون رفتم تو فایتم. این دفعه با چه آهنگی میرین؟ تصمیم گرفتین؟ هنوز انتخاب نکردم. آقا سعید، ما آرزو موفقیت داریم واسه شما، دوست داریم ببینیم پیشرفت خوبی بکنین، انشالله برنده بشین و بیشتر دوست داریم تو مسابقه ببینیمتون. چیز دیگه آخری ببینم هستش که بخواین بگین؟ آره هست. امیدوارم که تمام اون جوانایی که صدای منو میشنون به این فکر کنن که اگر پول ندارن، اگر باشگاه ندارن، اگر پارتی ندارن، اگر تو اروپا نیستن، اگر تو آلستار نیستن، اگر بخوان میتونن به همه اینا برسن. چون من از همون نقطه اومدم توی آلستار، از بین 90 میلیون ایرانی، چون خواستم. و فقط این برای من مهم نیست، خیلی چیزای بزرگ دارم الان تو زندگیم بهش فکر کنم. من میخوام برم UFC،
و پشت دوربین یو اف سی از مادرم تشکر کنم. ان شاء الله. خیلی ممنون هستید. قربان شما. خیلی ممنون از آقای یاسر.